سلام، امروز میخوام استفاده از ورکرز رو بهتون آموزش بدم روی پنل هیدیفای CDN عادی کلود فلر. خب چند وقت دیگه اختلالای روش دیگه خیلی زیاد شده، هی بعد بگردید دنبال آی پی تمیز. ولی خب یه سرویس دیگه هم وجود داره به اسم ورکرز. ورکرز الان روی همراه اول اصلا نیاز به آی پی تمیز پیدا کردن هم نداره، تا الان نداره، شاید بعدا لازم بشه. خدمتتون عرض بکنم که طبق معمول از گیت‌هاب شروع می‌کنیم کارمون رو. بچه یه پیش نیازی داره این آموزش، اینه که شما یه دونه سرور رو برده باشید بالا، هیدیفای رو روش ران کرده باشید، یه پنل داشته باشید، پشت کلود فلر رفته باشید، انساتون رو عوض کرده باشید. این کار رو اگر نکردید این فیلم 25 دقیقه‌ای که قبلا گرفته بودیم رو بفرمایید مشاهده بکنید بعد برگردید. البته توی گیت‌هاب هم همینا رو ما توضیح دادیم، اونورا می‌تونید نگاه بکنید. سایت hedify.com بود، الان من اینجا وارد گیت‌هاب میشم. توی گیت‌هاب هر وقت میخواید دنبال چیزی بگردید، دنبال بخش خاصی میگردید، بخش پیجز رو نگاه بکنید، خیلی راحت‌تر پیداش میکنید تا نسبت به این بخش سمت چپ. شو مور پیجز، اولم انگلیسی‌ها رو فعلا داره میاره و فارسی‌ها پایین‌تره. نحوه تنظیم و استفاده از ورکرز. یه خورده بیام پایین، اول باید ببینم یه رکورد DNS ثبت بکنیم. اوکی، میام توی کلود فلر، سایت هم رو انتخاب بکن. ممکنه شما چند تا دامنی مختلف داشته باشون، دامنی که الان نیاز داری رو انتخاب بکن. بخش DNS records، یه رکورد مستقیم قبلا درست کرده بودم که باش اول پنل رو بردم بالا، به اون کاری ندارم. نهایتا روی شما بتونی ریالیتی اجرا بکنی رو مستقیم که آبها فیلتر هم نشه اگه شانس بیاری. الان یه رکورد دیگه برای ورکرز میخوام ایجاد بکنم. آی پیم همینه، آی پی خود سرور رو در بخش آی پی وی 4 میزنم. تایپ هم که تایپ آ هستش، اسمش هم مثلا هج دلخواهی مثلا میزنم ورکرز که یه ذره ساده تر باشه. پروکسی هم این یه جا فرقی نداره که روشن باشه، یعنی تنها جایی که فرق نداره. و سیو رو میزنم. یادتون باشه workers.hedify.tech ما اینو ساخته بودیم. و اینکه کانکشن های ورکرز، چون فقط روش از کانکشن های WS وب سوکت میتونید استفاده بکنید، یه چکم بکنم که وب سوکت حتما روشن باشه دیگه. تو بخش نتورک، خب وب سوکت پیشفرض روشن هستش، همیشه روشن. حالا شما یه چک بکنید و خاموش نباشه. خدمتتون عرض بکنم که به جز این یه سه دیگه هم باید ادیت میکردیم. چی بود؟ SSL TLS Edge Certificates، نه اینجا نبود، Overview بود. کجا بود؟ آره Overview بود. این پیش‌فرض روی فلکسیبل معمولا، بذاریدش روی فول، یعنی SSL TLS Encryption تو رو بذارید رو فول باشه. من قبلا توی آموزشی گفته بودم که بذارید روی فول استریکت، یعنی این آخری منته مرتب، اون روی ورکرز اصلا جواب نمیده و کلا وقتی بذارید رو فول دیگه همه جا جواب میده و خیلی راحت تره. چیز دیگه ای رو لازم ندارم تغییر بدم. حالا اگه دوست داشتید مثلا از بخش ای سرتیفیکیت میتونید مثلا TLS تون هم بذارید روی 1.3 که حالا مهم نیست این کار رو بکنید یا نه. حالا میخوام برم سرویس ورکرزم رو بزنم. یه دونه بک زدم اینجا از سایت ها خارج بشه ها، این تو زیر مجموعه سایتتون نیستش ورکرز. میذارم رو ورکرز. ممکنه این وسط مثلا ازتون تایید بخواد، بگه آقا برو ایمیلتو تایید بکن که این کارم انجام میدی. و همینطوری که این بغل زده، شما روزانه 100 هزار تا درخواست بیشتر نمیتونی استفاده بکنی رو ورکرز، که مثلا میشه اولش 7 10 نفر، حالا بستگی به مصرفشون داره. که خب من خودم شخصا پلن پولیشو خریدم، یعنی بازم میصرفه، یه ذره کار برداشته باشید بازم میصرفه که پلن پولیشو بگید، با توجه به اینکه اختلال روش نیست و خیلی ساده است. آره دیگه پولیش هم بگیرید دیگه، چیکار کنم دیگه. create a service، سرویس نیم هم یه ذره طولانی شده، شاید بار اول که میخواید بسازید یه خورده این شکلی بهتون نمایش نده، چون من قبلا ساختم اینجا بوده. اسمش هم من کوتاه میکنم، بار اول اصلا فوش یه اسم براتون میذارم. create service، در کل شبیه همه http handle رون روتر نباشه. خب ساخت، بله ساخت. حالا میذارم روی کویک ادیت، کدش رو من باید عوض بکنم. این کدی که خودش اونجا هستش من یه کد دیگه باید استفاده بکنم. کد رو میام از اینجا بر میدارم تو گیت هاب، اینا هاش کپی کردم، میام توی ورکرز،
کد قبلی رو پاک میکنم، اینو میذارم جاش. منتها حواستون باشه که این بخش URL هاست نیم رو بعد آدرس DNS رکوردی رو بذارید که همین الان با هم دیگه رفتیم ثبتش کردیم. کوتیشن ها رو هم پاک نکنید دیگه. ما الان رفتیم workers.pdify.tech رو رکورد DNS ثبت کردیم با پروکسی روشن، خاموش بودم مهم نبود، تازه کوتیشن ها هم که میذارم بمونه همین. سیو اند دیپلوی تاییدی نیور ولی فکر کنم ادیت رو انجام داد. یه بک میزنم، آدرس ورکرزمون اینه، اون چیزی که من میخوام تو پنل اضافه بکنم به عنوان دامنه جدید آدرس ورکرزمه، اون آدرسی که رفتم DNS رکورد ساختم اون نیستش. وارد پنل میشم، تنظیمات، دامنه ها، ایجادو میزنم. یه دامنه از قبل داشتم کار ندم، شما میتونید دامنه زیادی بذارید، من یه بار 14 تا دامنه اینجا گذاشتم، حتی خیلی 14 تا عدد درستی نیستم. دامنه خب میذارم اینجا، نام نمایشی هم مثلا میذارم چه میدم همراه اول دلخواه، فقط لطفاً همونطور که قبلا هم گفته بودم اسپیس نذارید، بهتر فارسی نذارید، نمیدونم ایموجی نذارید، چه عجیب غریب تو نام نمایشی نذارید. حالتمون هم که الان CDNه، حتی اون CDN عادی نیست دیگه. بخش اجبار به استفاده از IP رو فعلا خالی میذارم، در حال حاضر روی همراه اول نیاز نداریم که IP تمیز بذاریم روی برای ورکرز دیگه، مثلا CDN نیست، ممکنه بعدن برای اینم مجبور بشیم بذاریم، فعلا لازم نیستش. روی ایرانسل بعضی وقتا لازم داره که IP تمیز بذاریم. ذخیره رو میزنم، یه لحظه برم بخش پروکسی ها چک بکنم ببینم که کانکشن ویب سوکت روشنم داشته باشم حتما. ببین اینجا من فقط ویب سوکت دارم، ویب سوکت و تروجان و جی آر پی سی تروجان دارم و تو مستقیم هم فقط ریالیتی، یعنی مستقیم همه رو بستم به جز ریالیتی چون فیلتر میشه. اینجا بالا بالا پایین کردم، همین دوتا کافیه برمو، تروجان WS و جی آر پی سی این کار کردم که یه ذره خلوت تر باشه. آقا اینا اوکی بود، اعمال تنظیمات رو بزنم و اعمال تغییرات. الان خودش میره سرتیفیکیت دامنه جدید رو میگیره. وقتی شما تو هیدیفای هستی همه چیز ساده است، الان لازم نیست خود بری سرتیفیکیت بگیری بیا اصلا نمیفهمی چی شد، یه دکمه میزنی خودش همه کارا رو برات انجام میده و همه چیز ساده سازی شده است که شما به سهولت بیشتر بتونید استفاده بکنید از پنل. و طبق معمول ثبت میکنیم تو این صفحه مستطیل سبز بیاد. خب تنظیمات رو اعمال کرد، حالا برم این کانکشن رو تستم بکنم ببینم که درست ست شده یا نه. پنل کاربر رو دارم واز میکنم، یه کاربرم بیشتر نشم، همون رو دارم پنلش رو واز میکنم. بخش تمام کانفیگ ها، یه کانفیگ ویب سوکت بر میدارم، جی آر پی سیش هم که اصلا میدونم کار نمی کنه چون ورکرزه، ویب سوکت بر میدارم، نرم افزاری که میخوام ازش استفاده بکنم باز میکنم، حالا میتونه ویتری این کامپیوتر باشه، ویتری این جی موبایل باشه، هرچی. کافیگ هم کپی کرده بودم، اینجا کنترل بیو میزنم پیست میشه، انتخابش میکنم، کنترل تیو میزنم میبینم سرعت داره یا نه، کار میکنه یا نه، شک دارم کار کنه چون روی ایرانسل هم معمولا این روی ایرانسل آی پی تمیز رو میخواد، همراه اولش که بدون آی پی تمیز کار میکنه، حالا ببینیم کار میکنه یا نه. خب کار نکرد، برای اینکه اینجا کار بکنه چون من روی ایرانسل هم رو همراه اول این داستانا رو نداره ها، یه دونه آی پی تمیز میام میذارم. حالا هم آی پی تمیز رو میتونم در بخش آدرس بذارم اینجا، وقتی میخوام تست بکنم این کارو میکنم، تو بخش آدرس آی پی رو میذارم، وقتی مطمئن شدم که آی پی تمیزه اون موقع تازه میرم تو پنل اضافهش میکنم. خب من الان یه آی پی دیگه اومدم اینجا گذاشتم، این آی پی تمیز ایرانسل، تو بخش آدرس زدم و کنترل تی رو میزنم که تستم بگیرم، تستم میگیرم، جوابم میده. خب همین آی پی رو میتونید در بخش اجبار به استفاده از آی پی وارد بکنید توی پنلتون. پنل کجاست؟ اینا هاش. اومدم تو تنظیمات، دامنه ها، دامنه رو انتخاب کردم، اجبار به استفاده از آی پی میتونم آی پی رو بزنم، ولی هیچ وقت آی پی وارد نمی کنم چون بعدا دوباره همین هم فیلتر میشه. میرم توی کلود فلر یه دونه رکورد سی نیم تعریف میکنم، نه رکورد آ تعریف میکنم، رکورد آ تعریف میکنم، آی پی رو میذارم اونجا، اون رکورد آ رو میام آدرس دامنه‌شو اینجا قرار میدم که هر وقت این آی پی هم دوباره به فنا رفت من برم تو کلوتل راحت عوض بکنم،
و آی پی پشت دامنه عوض بشه، لازم نباشه به همه کانفیگ جدید بدم. این میره جزء بخش پیدا کردن آی پی تمیز، زیاد بهش کاری ندارم. ممنونم که فیلمو مشاهده کردید. روی همراول بازم میگم هیچ نیازی نبود که این بخش آی پی تمیز رو فعلا وارد بکنم، حداقل الان. اگر دوست دارید که ما بتونیم با آرامش بیشتری براتون پنل رو پیشرفته تر بکنیم و امکانات جدیدتر بهش اضافه بکنیم، ممنون میشیم که ازمون حمایت مالی بکنید. هم از طریق ارز دیجیتال میتونید این کار رو انجام بدید، هم اگه دارید پیپل، کردیت کارت و البته به جز اینا ریالی هم میتونید این کار رو انجام بدید. تا شما از سایت های واسط میتونید برید ارز دیجیتال بخرید و برای ما واریز بکنید. آدرس ولتامون هم اینجا گذاشتیم. خیلی متشکرم ازتون. اینترنت برای همه یا هیچ کس.